ایران میگوید حمله اهواز تروریستی بوده و عاملان آن با کشورهای منطقه و آمریکا همدست بودند. تأثیر این حمله بر روابط ایران و همسایگانش چه خواهد بود؟ سلام بر شما و خوش آمدید به صفحه دو. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی میگوید دست عوامل اهواز در جیب سعودی و امارات است و سوی دیگر بر برخورد جدی با عاملان تاکید میکند. همینطور حسن روحانی، محمد جواد ظریف و فرماندهان سپاه. از سوی دیگر عربستان سعودی تاکنون درباره حمله و کشتار در رژه اهواز سکوت کرده. ایران سفیر امارات را فرا خوانده تا به صحبت های یک مشاور وزارت خارجه امارات که گفته بود حمله به رژه تروریستی نیست اعتراض کند. حادثه اهواز تا کجا روابط ایران و همسایگانش را تحت شعاع قرار می‌دهد؟ سه میهمان برای این بحث داریم. مهرزاد بروجردی، استاد علوم سیاسی در دانشگاه سیراکیوز از همین شهر از آمریکا با ما، محسن میلانی، مدیر مرکز تحقیقات استراتژیک و دیپلماسی در دانشگاه فلوریدای جنوبی از تمپا، و اینجا در استودیو حسین علیزاده، دیپلمات پیشین و پژوهشگر مرکز مطالعات صلح در دانشگاه تامپره. خوش آمد میگم به هر سه آقایون. آقای علیزاده، ظاهرا به نظر میاد در این مرحله که هستیم داعش مسئولیت این حمله رو به عهده گرفته، در حالی که در آغاز اسم گروه الاهوازی مطرح شده بود. چرا ایران علارغم دفعه های پیش که وقتی صحبت از داعش مطرح میشد به نوع این گروه رو تنها مسئول میدونست، به کشورهای دیگه چندان اشاره نمیکرد، این بار اشاره تام و تمامی داره به کشورهای همسایه خودش در منطقه؟ خب ابتدای اجازه بدید که یه ابراز همدردی بکنم با این حادثه بسیار تلخی که موجبات نگرانی بسیاری رو فراهم آورده. در پی حادثه خرداد ماه سال گذشته، حمله به مجلس ایران، و امسال هم این حادثه، یعنی اینکه این حوادث میتونه تکرار پس از این هم داشته باشه. نکته دومی که ایزه بده در آغاز بگم این که این حادثه و حادثه های مشابه به ما اثبات کردش که ادعای ایران مبنی بر اینکه یکی از قربانیان تروریست است، این قطعا یک ادعای صادقی است، هیچ تردیدی در این مسئله نداره. اما در خصوص پرسش شما این که چرا انگشت اتهام الان به کشورهای منطقه گرفته شده، من میخوام بگم در مورد پیشین، یعنی حمله به مجلس و مقبره آیت الله خمینی، در اونجا هم سپاه پاسداران یک بیانیه اون سال صادر کردش مبنی بر اینکه کشورهایی که به دنبال این بودن که توپ رو به زمین ایران بیاندازن، عوامل پشت پرده تحریک داعش برای حمله به مجلس بودن. یعنی اشاره مستقیم به محمد بن سلمان که گفته بود که ما توپ رو به زمین ایران میاندازیم. در فضای پرتنشی که الان در منطقه ما شاهد هستیم و طبیعتاً کسی که مورد حمله تروریستی قرار میگیره در موضع قربانی قرار میگیره، یعنی یک نوع همدردی، همحسی، برانگیخته میشه به نفع او، در شرایطی که به هر حال روابط ایران با تک تک این کشورهای عربی، بیشتر کشورهای عربی قطع شده، ظاهراً تلقی بر این هستش که انگشت اتهام به طرف اونها بگیرن، تا بلکه در این چالش هایی که بین دو طرف وجود داره یک نوع امتیازی رو گرفته بشه، به ویژه با نظر به سفری که آقای روحانی داره به منطقه. ببینید یه نکته در اینجا خیلی مهم هستش. در صحبت های آقای خامنه ای که دیشب ابراز کردن، برای اولین بار انگشت اتهام به طرف امارات گرفته شده. عربستان سعودی به دلایل مختلف، شیخ نمر، کشته شدن حجاج در حج، روابط مختلف، خب پله همیشه پرتنش بوده، اما امارات متحده چیز جدیدی هستش. یعنی یک پرونده، یک برگ بسیار پررنگی داره به روابط پرتنش ایران با این کشورها افزون. با ایران رابطه ایران و امارات الان در سطح کاردار هستش، اما اینکه شما پشت یک عملیات تروریستی بودی به شدت مسئله رو بغرنجتر میکنه، و این نشان این هستش که هوا افق به طرف تیره تر شدن روابط هستش.
این بحثی که شما میکنید بحث جالبی است آقای علیزاده. با توجه به اینکه سابق بر این هم مثلا در کیهان تیتر میخورد که موشک بعدی انصار الله به سمت دبی خواهد بود، آقای بورجدی من میخوام از شما بپرسم آیا به نظر شما این به نفع ایران خواهد بود؟ آقای علیزاده میفرمایند که ایران به دنبال امتیازاتی است، بخاطر که الان به هر حال در جایگاه قربانی قرار داره، به دنبال امتیازاتی هست از این صحنه. آیا این به نفع ایران خواهد بود که انگشت اتهام رو به سایه همسایگانش بگیره؟ عرض کنم که به نظر من در رابطه با حادثه تروریستی اهواز به نظر میاد متاسفانه یک مقدار عجله در قضاوت و اتهام شیوه ما شده، یک جو احساسی و شاید میهن پرستانه تا حدی افراطی هم غلبه کرده بر گفتمان ما. یعنی حتی قبل از اینکه ویدیو داعش بیاد بیرون، دولت مردان ایران گروه های قومی در اهواز رو متهم به این کار کردن. بعد از ویدیو داعش حالا باید فکر کرد که آیا اون استدلال اول که اینها همه نوکران آقای بورجدی دلش همین بود که بعضی از این گروه ها خودشون مسئولیت رو قبول کردن، گروه الاهوازی به نوعی پذیرفتن که کار اونهاست و بعد از اون بود که اونها انگشت اتهام رو سمتشون گرفتن. کاملا درسته، اینو من متوجه هستم، ولی میگم که به هر حال در رابطه با قضاوت نهایی، در رابطه با اینکه واقعا کی مسئول بوده، نحوه برخورد، نحوه استدلال در رابطه با اینکه آیا این گروه داعش بوده یا گروهایی مانند گروه الاهوازی متفاوت است. کما اینکه مثلا ما در رابطه با حزب دموکرات کردستان رو برابر با داعش حساب نمی کنیم، در شیوه‌ای که حکومت ایران میخواد با اونها وارد مذاکره بشه، بحث بشه یا بخواد واقعا بجنگه. بنابراین من فکر می‌کنم یه مقدار قضاوت این شکلی شده. حالا باید در پاسخ سوال شما، به نظر میاد که دولت ایران چون فکر میکنه که امروزه یک مثلثی یا یک مربعی بر ضدش تشکیل شده که از امریکا، اسرائیل، عربستان و احتمالاً امارات هم حالا به اون لیست اضافه شده و برجام رو که به عنوان دستاورد بزرگی حساب میکرد زیر پا نهاده شده، ما شاهد این نوع عکس العمل تند هستیم از طرف ایران. به نظر من یک مقدار باید از شاخ و شونه کشیدن در این مرحله از زمان اجتناب کرد، قدم های سنجیده برداشت. اینی که ما موشک بعدی به دبی فرو بیاد یا نمیدونم فلان میکنیم یعنی چی؟ یعنی اینکه خب اون رابطه ای که شما سالهای سال دهه ها دنبالش بودین که بخواین روابطتون رو با کشورهای منطقه بهبود ببخشین انجام نشده. ما همین در چند روز گذشته شاهد این بودیم که از الفاظی مانند کشورهای مزدور و مرتجع استفاده میشه، به معنی این هست که بنابراین ایران به آنچه که میخواست برای بهبود رابطه با کشورهای عربی دست پیدا بکنه متاسفانه دست پیدا نکرد. البته این رو هم اجازه بدین اضافه کنم که از اون طرف داستان هم باید مسئله رو دید. به عبارتی این حمله در اهواز باید کاملا محکوم بشه به عنوان یک حمله تروریستی، اما برای من قابل درکم هست که مثلا اگر کشوری مانند مصر نمیاد و به اصطلاح تسلیت بگه به رهبران ایران به خاطر اینکه میگه خب وقتی شما سادات رو در یه چنین ترور مشابهی کردن، شما نه تنها محکومش نکردین بلکه استقبال کردین، اسم خیابون رو هم روش گذاشتین. این برخوردهای دوگانه‌ای که ما داشتیم با این مسائل فکر میکنم گریبانگیر ایران خواهد بود در دهه ها و سالهای پیش رو. صحیح. آقای میلانی، آقایون اشاره کردن به اینکه ایران چه واکنش هایی داشته و تأثیرش چه خواهد بود بر روابط منطقه، اما به هر حال هر رابطه دو سویه است. آیا کشورهای منطقه تلاش کردند که رابطهشون رو با ایران ترمیم بکنن؟ چون ما شنیدیم در ماهای گذشته بارها و بارها دولت دست کم آقای ظریف، آقای روحانی راجع به بهبود روابط با کشورهای منطقه صحبت کردن. با عرض سلام و عرض تسلیت به بازماندگان حمله تروریستی اهواز، ببینید در رابطه با مسئله اتفاقی که در اهواز افتاد، این خیلی مهمه که ما یه دید تاریخی داشته باشیم قبل از اینکه در رابطه با عکس العمل ایران صحبت کنیم. از زمانی که شیخ غزل در زمان مظفرالدین شاه اومد سعی کرد یه حکومتی رو در منطقه خوزستان به وجود بیاره تا امروز، کشورهای عربی سعی کردند از مسئله جمعیت عرب نشین در این منطقه سوء استفاده کنند و هر موقع با ایران اختلاف داشتند کمک‌های مهمی به سازمان‌های مختلف کردند. این در زمان رضا شاه اتفاق افتاد، در زمان محمد رضا شاه اتفاق افتاد، در اوائل جنگ ایران و عراق اتفاق افتاد و بعد از 1999 که این سازمان
الاهوازیه در خارج از ایران تشکیل شد، اونم اتفاق افتاد. یعنی چیز جدیدی نیست که کشورهای عربی با کمک بعضی از کشورهای خارجی سعی دارن میکنن بعضی از نیروهایی که تجزیه طلب هستن، نیروهایی که میخوان قسمت مهم ایران یعنی قلب اقتصادی ایران رو از ایران جدا بکنن. بنابراین عکس العملی که جمهوری اسلامی نشون داره میده یک عکس العملیه که هر کشور هر حکومت منطقی انجام میداد. یعنی آقای میلانی این صحبت شما متین هست، ولی به این شرط که الاهوازی اونطور که در آغاز صحبت میشد واقعا عامل حمله بوده باشه. الان یه مقدار حداقل با توجه به ویدیویی که داعش منتشر کرده دودلی هست که الاهوازی پای کار باشه. خیلی ها میگن اصلا کار داعش بوده، این گروه هول شده یه چیزی گفته. الان هم به نظر میاد که خیلی پای این که حمله کار اونها بوده نایستادن. اصلا مهم نیست که اسم این گروه چیه. الاهوازی، القاعده است، ISIS. این گروه ها اسمای خودشون رو تغییر میدن مرتب. ما این رو در جنگ داخلی سوریه دیدیم. مهم اینه که این در کجا اتفاق افتاده. این مهمه. مهم اینه که این اتفاقی که افتاده یک تاریخچه داره. اما من برگردم به اصل مطلب. ببینید نه فقط مسئله اینه که آدم هایی هستن، گروه هایی هستن که میخوان این منطقه رو از ایران جدا بکنن، از این مهمتر اینه که در چندین دو سال اخیر ما دیدیم که کشورهای بعضی از کشورهای عربی هیچ سعی نکردن رابطه خودشون رو با ایران بهتر بکنن. یعنی برای اینکه یه رابطه خوب باشه هم ایران باید به طرف ایران چرا فکر میکنید چرا اونا تلاشی ندارن که رابطهشون رو بزرگترین و قدرتمندترین کشور منطقه بهتر بکنن؟ به خاطر اینکه این کشورها به این نتیجه رسیدن که تیمی که امروز در واشنگتن یعنی دولت آقای ترامپ یک فرصت تاریخی برای اینها به وجود آورده که اینها میتونن تغییر رژیم یا تغییر اساسی سیاست‌های جمهوری اسلامی بشن. و به خاطر همین نه فقط عربستان سعودی و امارات عربی کمک‌های زیادی دارن میکنن، رابطه خیلی نزدیکی دارن، علناً دارن با اسرائیل در رابطه با اینکه ایران رو باید در منطقه ما یک طوری دست باشه ببندیم همکاری میکنن. بنابراین فقط ما نگیم که ایران نبوده که به طرف این کشورها نرفته، این درسته. ولی اون بر قضیه هم بهش اشاره کنیم که اون کشورها هم سعی نکردن که رابطه خودشون رو درست بکنن. شما فقط نگاه کنید ببینید در رابطه با مسئله نفت این کشورهای عربی که بعضی ها میگن باید ایران دست دوستی بهشون دراز بکنه دارن چیکار میکنن؟ کوچکترین کمکی به ایران و ملت ایران اینا انجام نداد. آقای علیزاده واقعا آیا برای کشورهای منطقه به نفع اوناها است که کشور ایران یک کشور ضعیف ملتهب باشه و امنیتش در خطر، یا اینکه اونها ترجیح میدن که یک کشور آرام باشه ایران؟ خب ببینید در فضای تنش و چالشی که تقریبا از فردای انقلاب اسلامی ایجاد شد، مثلا همین جنگ آستانه سالگرد جنگ ایران و عراق بودیم دیگه، به هر حال عراق جزء مجموعه کشورهای عربی بوده و نگران از ایران، آیت الله خمینی پیام میداد ارتش عراق جدا بشه و جنگی شروع شدش، در پی جنگ کشورهای عربی پشتشون ایستادن. این 40 سال اینطوری گذشته دیگه، و در طول این سالها شما نگاه کنید چقدر ما قطع رابطه با کشورهای عربی داشتیم. کشورهای عربی با عربستان فکر کنم برای سومین باره در قطع رابطه هستیم. یک بار هم زمان شاه قطع رابطه انجام شد، دو بار پس از انقلاب قطع رابطه شد که همچنان بله. با مصر 40 سال تقریبا در قطع رابطه هستیم. یعنی در یک فضای پرتنشی که اونها نگاهشون به ایران نگاه یک کشور انقلابی است. نگاه کنید آقای برایان هوک یه جمله جالبی گفته، گفته نظام جمهوری اسلامی تنها نظام انقلابی باقی مانده از قرن بیستم هست. شعار انقلاب بزرگ در قرن بیست اتفاق افتاد و الان شما هیچ کدوم ادعای کار انقلابی ندارن، نه کوبا، نه روسیه، نه چین. کار انقلابی به معنای توسعه ایدئولوژی خودشون رو ندارن. اما همچنان در جمهوری اسلامی ایدئولوژی داره حاکم هستش، داره پیام میفرسته.
طبیعتاً برای این کشورها برای جمهوری اسلامی کار میکنه. این که این سیستم ادامه پیدا بکنه چه نفعی برای جمهوری اسلامی داره؟ خب ببین، نظامی که مبتنی بر ایدئولوژی است از همون ایدئولوژی ارتزاق میکنه، راهی غیر از این نداره. ولی این ایدئولوژی وقتی که در مبارزه هستش با، نگاه کنید تعابیر آیت الله خمینی آیتون هستش، حسن مراکشی، حسین اردنی، درسته، یا نمیدونم آل سقوط، یا این تعابیر یا این چنینی، همه اینها موجبات یک رودررویی و واگرایی رو به وجود آورده که شما میبینید الان هم کشورهای عربی تسلیت نگفتن. اجازه بدید یک نگاه آماری بندازم، فکر کنم برای برنامه شما بد نباشه. ضمن اینکه یک تصحیح و فرمایشات های دکتر بروجردی، چون گفتن که مصر تسلیت نگفته، مصر چرا همدردی کرده. من برام جالب بود ببینم که در مجموعه کشورهای عربی و اسلامی که به هر حال ما با کشور عربی همسایه هستیم و جزء مجموعه کشورهای اسلامی هستیم، کدوم‌ها با ما همدردی کردن. خیلی جالبه، از 22 کشور عربی تا اونجایی که من شمارش کردم پیش از این برنامه، 7 کشور عربی با ایران ابراز همدردی کردن. یعنی 15 کشور عربی با ایران ابراز همدردی نکردن. در حالا بیان در مجموعه کشورهای اسلامی، ما 57 کشور اسلامی عضو OIC داریم. از این 57 کشور اسلامی فقط 12 کشور با ایران همدردی کردن. یعنی 45 کشور با ایران همدردی هم نکردن. شما دیپلمات سابق هستید، عادی است این؟ مطلقاً اینطور نیستش. ببینید وقتی من میگم، شما نگاه کنید اتحادیه عرب ابراز همدردی نکرده، OIC، ببینید اگر عربستان ابراز همدردی نکرده برای من قابل فهمه، بحرین نکرده قابل فهمه، اما سازمان کنفرانس اسلامی چرا ابراز همدردی نکرده؟ یه نکته جالبی بگم، ببین این سازمان کنفرانس اسلامی، همون سازمان کنفرانس هم که سر قصه سلمان رشدی وقتی که ایران تنها مونده بود مراجعه کرد به سازمان کنفرانس اسلامی که شما رأی بدهید که این فتوای آیت الله خمینی مبتنی بر مباحث حقوقی شیعه هستش، اسلام هستش، سازمان کنفرانس اسلامی پشت سر ایران قرار گرفتش. اون سازمان اگر نبود ایران کاملا تنها در دنیا بود. اون سازمان شما امروز می‌بینید در برابر یک حمله تروریستی که امکان داره هر کشور دیگه ای رو هم شامل بشه، متوجه. سکوت اختیار کرده. اتحادیه عرب سکوت اختیار کرده. بذارید آقای بروجردی وارد این بحث بکنم، خیلی ساکت هستن. آقای بروجردی، نمی‌خوام دیگه اینجا بحث تاریخی رو ادامه بدیم. آقایون به بحث تاریخی، زوایای تاریخی بحث اشاره می‌کنند، اما بحث دیگه بحث امروز ایران هست. اینکه الان سابق بر این میشیدیم که دوگانگی هست در رفتار ایران در قبال همسایگانش. دولت ممکن هست که راجع به دیپلماسی صحبت بکنه، فرماندهان سپاه صحبت‌های دیگه بکنن، یا آقای خامنه ای همینطور. آیا این که الان یک دست شده این صحبت‌ها تکلیف رو یکسره میکنه؟ یعنی این که به هر حال روابط ایران و کشورهای منطقه رو باید دید که به سرازیری سقوط میره؟ عرض کنم که وقتی ما شاهد این هستیم که رهبران ایران از گوشمالی صحبت میکنن، حالا چه آقای روحانی چه دیگران، به نظر میاد که بنابراین اون کسی که دست بالایی داره، اون استدلالی که دست بالا رو داره، استدلال انتقام هست. که من چه خواهند کرد آقای بروجردی اگه ایران بخواد مثلا از کشورهایی که فکر میکنه که پشت این داستان بودن انتقام بگیره، چه میتونه بکنه باش؟ ببینیم، بازم میگم بسته به اینکه کی واقعا مسئول این کار بوده. برای مثال اگه گروه های اهوازی باشن، همون گرفتن این نوع فعالین در خوزستان، ترور افرادشون در کشورهای دیگر من جمله در اروپا میتونه این مسئله باشه. اگر به اصطلاح داعش باشه، منظورم کشورهاست. وقتی ایران میگه ما با این کشورها با عاملانش برخورد میکنیم، چه کار میخواد با اینها؟ بله، برای مثال اگر ایران بخواد واقعا تلافی این شکلی بکنی که برای مثال یک حمله تروریستی رو در دبی انجام بدن، به خاطر اینکه میدونن با یه چنین کاری امنیت سرمایه در دبی به خطر میفته، و این شکلی بخوان یک گوشمالی به قول خودشون داده باشن به کشورهای مثل امارات متحده عربی، یعنی به نظر من برای ایران امکانات زیادی وجود داره. ببینین، یک ضرب المثلی در انگلیسی هست که میگن که وقتی دو تا فیل با همدیگه دعوا میکنن، کشتی میگیرن، اون زمین هست که صدمه میبینه به خاطر وزن اون دو تا فیل. الان هم در این، به نظر من در منطقه اتفاقی که داره میفته این هست که ایران و عربستان به عنوان این دو تا قدرت بزرگ دارن با هم دیگه این دعوا رو میکنن، و کشورهای دیگر هم به مناسبت روابطی که با
این هر کدوم از این دو کشور دارن موضع خودشون رو چه در قبال این حادثه تروریستی چه در قبال مسائل دیگه مانند برجام و غیره بر این اساس تعیین میکنن. نمیدونم حالا میخواد مصر باشه، میخواد مراکش باشه، میخواد مثلا کشوری مثل کویت باشه. بنابراین این رو باید در نظر داشت که ما امروزه در یک جایی رسیدیم که به نظر من زمان حرفهای غیر مسئولانه نیست. ببینید واقعیتش این است که اتفاقی که در اهواز افتاد یا حمله‌ای که در به مجلس در سال پیش شد یا اینکه اسرائیل تونست اومد و مدارک زیاد اتمی ایران رو برداشت برد نشان میده که رهبران ایران آنچنان هم که ادعا میکنن اقتدار کافی در مملکت حاکم نیست که جلوی یک چنین اعمالی رو بتونن بگیرن. و این میتونه این نوع برخوردها، این نوع فعالیت‌های تروریستی و غیره میتونه واقعا در لحظه‌ای که کشور شالودش از بسیاری لحاظ مورد خطر قرار گرفته زحمات و نگرانی‌های بسیار بیشتری رو هم دامن بزنه. و آقای میلانی به عنوان صحبت آخر، این تضارب، این در واقع رابطه تند بین ایران و عربستان و به تبع اون کشورهای کوچکتر منطقه چه عواقبی برای هر کدوم از اینها داره؟ من میخوام اینجا از شما خواهش بکنم که کشورهای دیگر مثل مثلا روسیه، ترکیه، چین و به خصوص آمریکا رو هم وارد این بحث بکنید و با اون تحلیل به ما بگید. ببینید دکتر بروجردی یک مثال خیلی خوبی زد، من میخوام یه مثال دیگه آمریکایی بزنم که فکر میکنم داستان تمام کشورهای خلیج فارسه که با هم دیگه دارن جنگ میکنن، دارن علیه هم دیگه فعالیت میکنن. و این اینه که کسایی که ضرب المثل اینه کسایی که توی خونه شیشه ای زندگی میکنن بهتره به دیگران سنگ نندازن. این که ایران بخواد کارهای تروریستی انجام بده در کشورهای دیگه تاریخچه 40 سال نشون داده که این کار خیلی راحت میتونن بکنن، ولی به نظر من اشتباه بزرگی خواهند کرد اگر این کارو بکنن. در شرایط امروز جهان بهترین کاری که جمهوری اسلامی میتونه بکنه اینه که روی امنیت داخلی خودش کار بکنه. جمهوری اسلامی در سوریه فعالیت داره، باید تجدید نظر بکنه در سوریه به نظر من، و باید به این نتیجه برسه که نمیتونه در اونجا فعالیت‌های خودش رو علیه اسرائیل جلو ببره. فعالیت‌های ایران در سوریه علیه اسرائیل نه به نفع جمهوری اسلامیه، نه به نفع منافع ملی ایرانه. اینها در لبنان این کار رو انجام دادن، به نظر من اگر بخوان همین کار رو هم در سوریه بکنن عواقب بسیار بسیار بدی خواهد داشت. بنابراین مصلحت ایران و منافع ملی ایران در اینه که سعی بکنن مذاکرات خودشونو در رابطه با سیاست منطقی ایران با اروپا شروع بکنن و با شروع کردن این مذاکرات امیدوار باشن که بتونن یک نوعی هم با آمریکا بعداً در رابطه با منطقه صحبت بکنن. مهمترین سوالی که جمهوری اسلامی از خودش باید بکنه در رابطه با اینکه آیا ما باید وارد این مذاکرات بشیم یا نه اینه که آیا با سیاست‌های جدیدی که آمریکا داشته، با مسائل مشکل اقتصادی که ما در ایران داریم، آیا وضع جمهوری اسلامی در داخل ایران در این چند سال آینده بهتر خواهد شد؟ آیا وضع جمهوری اسلامی در منطقه در این 4-5 سال آینده بهتر خواهد شد؟ اگر جواب اینه که بهتر خواهد شد، خب هیچ دلیلی نداره اینا وارد مذاکره بشن با کشورهای عربی و با غرب. اما به نظر من جواب به هر دوی اینها منفیه و بنابراین به نفع جمهوری اسلامی که هر چه زودتر جلوی ضرر رو بگیره وارد مذاکره بشه و سعی کنه صلح و آرامش رو به منطقه بیاره. ما 2 دقیقه وقت داریم، 2 تا 1 دقیقه آقای علیزاده، بعد از اون آقای بروجردی. من در هم نظری با دو میهمان برنامه این که معتقد هستم این لفاظی هایی که چنین میکنیم و چنان میکنیم مسلماً به ضرر ایران تموم میشه. اما اون چیزی که برای من جای تعجبه، برای من جای شگفتی هستش، این که الان کشوری در موقعیت قربانی قرار گرفته، امسال و پارسال چرا شما به سازمان کنفرانس اسلامی مراجعه نمیکنید؟
سازمانی که یک رأی در اونجا دارید و مسئله تروریسم مسئله پدیده جهانی، یعنی از آمریکا توش انفجار شده تا ترکیه تا ایران تا افغانستان تا هر جای دیگه، شما به اینجا وقتی مراجعه بکنید در موقعیت قربانی قرار گرفتید، طبیعتا میتونید منطق خودتون رو ساری و جاری بکنید. البته یه پاسخی هم برای خود حرف خودم دارم، وقتی من میبینم سازمان کنفرانس اسلامی همدردی همدلی خودش نشون، ببینید شما فلسطین در این حادثه، دولت خودگردان فلسطین در این حادثه با ایران همدردی ابراز همدردی نکرده. پس بنابر این جمهوری اسلامی از یه زاویه‌ای بازی سازمانی رو دیپلماسی سازمانی رو باخته و از سوی دیگه به دنبال احیای دیپلماسی سازمانی نیست، مگر اینکه حالا ببینیم در سازمان ملل امروز و فردا آقای روحانی میخواد چیکار بکنه. آقای بورجردی یک دقیقه بفرمایید. عرض کنم که به نظر من همونجوری گفتم، به نظر میاد انتقاد واقعا به هر دو طرف داستان میشه کرد. زمانی که دولت مردان ایران از عمق استراتژیکشون در منطقه صحبت میکردن، پول و نیرو در عراق، در سوریه، لبنان، یمن و جاهای دیگه خرج میکردن، باید این انتظار رو هم داشته باشن که در این فضای قطبی شده ای که ما داریم درش زندگی میکنیم، این نوع اعمال به عنوان مداخله در امور کشورهای دیگه قلمداد میشه و بنابراین بهشون پاسخ میدن. زمانی که شما استراتژی سیاست خارجیتون رو نه بر اساس لزوما منافع ملی، بلکه به خاطر اشاعه اسلام و حتی بیش از اون مسئله تشیع قرار میدین، در زمانی که اکثر همسایگان شما سنی هستن، این بیان این چه خواهد بود که شما به یک تنشی دارین در منطقه دامن میزنین. منم با دوستان دیگه کاملا موافق هستم، زمان این هست که یک مقدار آدم قدمشو برگردونه عقب، سنجیده تر قدم برداره، چون ما با همسایگانمون رو نمیتونیم آرزو بکنیم که دیگه در مجاورت ما نباشن، چه بخوایم چه نخواهیم، اینها مادام العمر در کنار هستن. درست میفرمایید. ممنونم از شما آقای بروجردی، آقای میلانی و آقای علیزاده اینجا. ممنون که با این صفحه دو همراه ما بودید. این برنامه برای یک هفته روی وبسایت بی بی سی در دسترس شما هست، bbcpersian.com/صفحه 2. برنامه رو میتونید روی کانال یوتیوب ما هم مجدد ببینید. لینک برنامه به همراه لینک پادکست در توییتر ما منتشر میشه، شناسه توییتری ما هم هست @bbcpage2. صفحه فیسبوک ما هم باز در اختیار شماست، facebook.com/bbcpage2. برنامه رو اونجا هم به اشتراک میگذاریم. برنامه بعدی ما روز پنجشنبه. شب و روزتون خوش.